سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو به مناسبت روز جهانی سواد آموزی میگوید که حدود 250 میلیون کودک در جهان از آموزش بازماندند. یونسکو روز یک شنبه 18 شهریور با انتشار بیانیه‌ای گفته که این کودکان از 6 تا 18 سال سن دارند. این سازمان افزوده که سواد حق اساسی برای همه افراد است. 8 سپتامبر به عنوان روز جهانی سواد آموزی برای مبارزه با بیسوادی در نقاط مختلف جهان و فراهم شدن زمینه آموختن سواد برای کودکان و افراد بیسواد نامگذاری شده است. این در حالی است که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، دختران بالاتر از کلاس ششم از رفتن به مدارس منع شدند. با گذشت 3 سال از سلطه این گروه بر افغانستان، دختران همچنان به مدرسه، دانشگاه و اماکن عمومی نمی توانند بروند. چندی پیش سازمان یونسکو گفته بود که طالبان به صورت عمدی 1,400,000 دختر را از آموزش محروم کردند. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای دکتر آرش هنرور شجاعی، دینپژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر آلمان همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر هنرور، چرا حکومت‌های تمامیت‌خواه در صدد هستند از افزایش و آگاهی بخشی مردم جلوگیری نمایند؟ ضمن عرض سلام و ادب و احترام، ببینید علاوه بر اون چی که حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر از آگاهی و به خصوص آگاهی عمومی و آگاهی طبقاتی، از جمله به خاطر اینکه تبلیغات و پروپاگاندای اونها رو و اعمال اونها رو مردم نتونن به نقد بکشن به خاطر عدم معلومات لازم و همچنین برای اینکه به حقوق خودشون آگاهی نداشته باشند و تاریخ خودشون رو نشناسن تا بتونن رو تجزیه و تحلیل کنند استقبال میکنند. اما علاوه بر توتالیتاریسم در افغانستان موضوع پیچیدگی‌های بیشتری هم داره. یعنی ببینید علاوه بر این خود نرم‌ها و هنجارهای اجتماعی و عرفی که وجود داره و خود پروفایل مملکت و جغرافیای اون و تاریخ اون هم مؤثره. اما به هر حال ببینید در افغانستان طبق گزارش‌هایی که مثلا سازمان‌های مثل Global Gender Gap Index یا مثلا فرض کنید که Gender Development Index مثلا اینها ارائه می‌کنند، افغانستان از نظر نابرابری جنسیتی در بدترین شرایط در جهان قرار داره و این در دوره جمهوریت هم اگر پیشرفتی وجود داشت از این حیث، به خصوص تو بخش آموزش و تو بخش بهداشت، بسیار باز هم با معیارهای جهانی اکوان حساب بکنیم بسیار عقب بود. درسته که مثلا در اواخر جمهوریت از هر 3 زن افغان حداقل 1 زن سواد خواندن و نوشتن رو داشت و شاید 80% دختران زیر سن 12 آموزش مدرسه شون شروع شده بود. اما باز هم چه در آموزش بالاتر، چه در دانشگاه ها و چه در بازار کار حضور زنها بسیار کم رنگ بود. و این در مورد افغانستان علاوه بر اینکه برمیگرده به اینکه عمده این جمعیت در دور مناطق کوهستانی و به شکل سنتی زندگی میکنند، به این هم برمیگرده که خود مردان افغان هم خیلی از برنامه‌های توسعه‌ای که غربی‌ها در دوره جمهوریت اجرا کردن مثل رفع نابرابری جنسیتی استقبال نکردند. و این هم هست که جمعیت افغانستان نسبت به همه کشورهای دیگه جمعیت بسیار جوانیه، چون رشد جمعیت در بعضی سال 2 برابر و نسبت به 1990 تا حالا 3 برابر شده جمعیت. بله. و بنابراین جمعیت بسیار جوانه و معمولا سن میانگین خانم افغان مثل بچه دار شدن دفعه اول 19 و کماکان از هر 4 دختر افغان 1 مورد ازدواج اجباریه و خود اینها و ازدواج در سن پایین خب راه رو پیچیده میکنه. مسئله امنیت هم هست که مسئله امنیت البته در دوره اول طالبان کاملا یک تاکتیک بود. در اون موقع نمیدن کاملا ممنوع کنند تحصیل دختران رو، میگفتن تا امنیت باز نگشته. خب هرگز هم نپذیرفتن که امنیت خیابون ها و اماکن اجتماعی تأمین شده. این در عمل این اتفاق افتاد. بله. حالا الان این دفعه ممنوعیت کاملا رسمی هستش. بله، متشکرم از شما دکتر آرش هنرور شجاعی، دینپژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر.